های ایوریبادی سلام به همگی امیدوارم حالتون عالی باشه با نشاط و پر انرژی باشید من محمدم از آکادمی ویساتیچ و امروز تصمیم دارم کتاب Essential Words for IELTS رو با هم شروع کنیم سبک کار به این شکل هست که من این 600 کلمه‌ای که در کتاب Essential Words هست رو در قالب داستان‌های کوتاه مشابه اینی که پشت سر من هست رو به شما آموزش خواهم داد بچه هایی که امتحان پی میخوام بدن اولین تسک امتحان رید الاوت هست مشابه متنی که پشت سر من هست رو باید با صدای بلند و رسا بخونند، که هم چون ملتیپل تسک هست هم نمره اسپیکینگ میده و هم نمره ریدینگ و کلا این کتاب بینهایت برای آزمون های تافل جی آر ای کاربردی هست فوق کلمات سطح اینترمدیت به بالا داره و من به این شکل که میخوام به شما آموزش بدم حالت داستانوار علاوه بر اینکه میخوایم رید الاودمون خوب بشه برای آزمون پیتی یه سری تکنیک ها و نکات هم مربوط به ریدینگ این آزمون هم شما یاد خواهید گرفت پس اگر دوست دارین علاوه بر اون کارتون پپاپی که براتون آپلود میکنم با اینجور سبک آموزش هم جلو بیاین حتما چنل منو سابسکرایب کنید اون زنگوله بغلش هم بزنید که اولین پوستی من آپلود کردم شما رو مطلع کنید الان من برای شما این متن رو میخونم با صدای بلند بچههایی که میگم میخوان آزمون پیتی بدم با دقت گوش کنید و سعی کنید بعد از من حداقل دو تا سه مرتبه این متن رو کار کنید من نکات مربوط به این متن رو هم بهتون میگم ولی سعی کنید در مرحله اول just لیسن فقط گوش کنید اوکی okay? A must carry rule is designed to ensure that local TV stations do not vanish from cable TV offerings. It requires cable systems to carry all local broadcast channels within a certain area of their transmitters. The law was struck down in 1985, although many aspects of that case are still being argued. ببینید دوستان من هیچ اکسنتی ندارم خب نیتیو یا بومی زبان کشور انگلیسی زبان هم که نیستم ولی پرونانسیشن کلمات با آهنگ مناسب خوندن یا همون اینتونیشن من مثلا از اینجا که شروع کردم کمی صدام رسا بود خب جایی که مثلا نقطه بود من یه مکس کردم که خب جمله من به پایان رسیده امتحانای مثل پیتی که شما با کامپیوتر سر و کار دارین با یک مکس متوجه میشه کامپیوتر که شما به نقطه رسیدیم یا مثلا به کاما که ما اینجا رسیدیم چنلز یه حالت مکس یک ثانیه‌ای داشتم که بعد رفتم سراغ within a certain اوکی؟ و در انتهای جمله هم are being argued مشخص میشه که دیگه صدای من داره افت میکنه فید اوت میشه سی و هفت ثانیه من باید این متن رو بخونم دقت کنید سی و هفت ثانیه نباید رد کنه اگر شما بیشتر از اون یا کمتر از اون دارین میخونید حالا ما میگیم به صورت میانگین بین سی تا 35 سی تا مثلا 8 39 شما مجاز هستی حالا صد درصد نمیخواد شما بیاین دقیق تایمر بگیرین ولی باید در این تایم شما اینو بخونید دقتم کنید که اگر اینو روباتیک بخونید نمره فلونت شما صفر میشه مثلا به این شکل a mass carry rule is designed to ensure that local tv stations اینجور خوندن هیچ نمره فلوئنسی به شما نمیده شاید نمره کانتنت بگیرید شاید نمره پرونانسیشن بگیرید ولی فلوئنسی خوندن شما بی نهایت مهمتر از کانتنت و پرونانسیشن هست A mass carrier rule is designed ببینید سعی کنید اینا رو به هم وصل کنید A mass carrier rule is designed to okay. و اما بریم سراغ ترجمه و تحلیل این متن خب دوستان ببینید ما یه واژه داریم به اسم کری خب کری یعنی هم کردن در کلا, کلاس زبانی که ما رفتیم خب اولین معنی که از این واژه به گوش شما خورده هم کردنه ولی در این جور متون آکادمیک به معنی به اجرا در آوردن یک قانون هست carry rule. یعنی یک قانون ما عملی کنیم حالا اینجا ما آرتیکل ای داریم دیگه A must carry rule خب گفتیم carry یعنی اجرای کردن اجرا خب ماست هم که میدونید یعنی باید حالا این یه ترکیب اسمیه که قبلش ما آرتیکل داریم دیگه این که میگه ماست کری رول یک قانونی که باید اجراش حتمانی باشه خب درسته آفرین یک قانون لازم الاجرا اوکی ماست کری رول is designed to ensure that local TV stations do not vanish from cable TV offerings. آفرینگز اینجا معنی کاربرد هست خب یا اینجا حالا اس داره یعنی کاربورت های داره میگه که خب، من اول معنی واژه ونیش رو بگم که واژه مورد نظر ما در این درس هست سینونیمزش میشه دیسپیر disappear. دقت کنید دوستان شما هر چقدر یک واژه رو به جای اینکه بیاین معنی فارسی اون رو در بیارین سینونیمز رو در بیارین بی‌نهایت به ذهن شما کمک میکنه که چی؟ که دایره لغات شما زیادتر بشه و اینجوری علاوه بر اینکه شما یه واژه دیگه داری یاد میگیری متوجه میشی که اینا در چه خانواده ای هستن که اگر مثلا میگم کلمه ونیش رو شما تلفظش رو یادتون رفت ببخشید معنیش رو یادتون رفت بدونین که این با دیسپیر هم خانواده بوده خب بریم سراغ معنی میگه که یک بذاریم از شروع کنم میگه یک قانون لازم اجرا برای تضمین اینکه ببینید اینشور یعنی تضمین کردن اینشور که ایستگاه های تلویزیون محلی do not danish from cable tv offerings از کاربرد تلویزیون های کابلی چی بی بهره نباشند طراحی شده است اوکی پس ببینید اینجا ما وقتی میگیم is designed to ensure خب طراحی شده است شاید بگین خب ما چرا الان اینجا مثلا ایز داریم مگه افعال توبی نیست چرا اینجا ایدی اومده یا همون پی پی اومده پس بارتسیبل. مگه ما نداشتیم بعد از افعال توبی باید فعل آی دار باشه دوستان این ساختار جمله مجهول هست درسته میگی که این قانون لازم الاجرا خب فایل که نداره توسط چه کسی طراحی شده پس دقت کنی، در آزمون اگر شما اینجا جای خالی بود اینجا بلنکتون بود فکر نکنید اگه اینجا باید دیزاینینگ استفاده کنید دقت کنید به قبل جمله میگه ماسکری rule رول جای خالی تو اینشور داد که تضمین کنه که مثلا ایستگاه تلویزیون محلی از کاربردهای های تلویزیون کابلی بی بهره نماند دو نات ونیش خب ونیش به معنی در 504 شما وقتی کتاب باز میکنید که از معانیش اینه که ناپدید شدن یا از بین رفتن ولی اینجا بیشتر به معنی بی بهره ماندن از چیزی یا مثلا ناپدید شدن حالا نمیشه گفت ناپدید شدن ولی اینجا بیشتر به معنی بی بهره شدن از اینکه مثلا اینا کاربرد تلویزیون کابلی رو برای این ایستگاه ها بی بهره نذارن درسته خب اینجا که رسیدیم ببینید ما نقطه داریم خب حتما باید دو یک کنیم ثانیه مثلا مکس کنیم For example Do not vanish from cable TV offerings ببینید صدای من فید اوت میشه Do not vanish from cable TV offerings بعد میگیم It requires It requires cable systems to carry all local broadcasts channel ببینید این ببخشین channels هست Within a certain area of their transmitters Transmitters به معنی فرستنده ها هست خب فرستنده‌هایی که برای تلویزیون ها میفرستن میگه که اینجا ببینید ما دوباره همینو داریم تو کاری به منظور به اجرا در آوردن این قانون خب ما مستلزم این هستیم ببینید ریکوایر یعنی مستلزم بودن الزام داشتن برای اینکه شما کاری رو انجام بدین یک الزام باید وجود داشته باشه پس ببینید اینجا اگر جای خالی بود ریکوایرز درسته یا مثلا اینجا این شور که ما داشتیم یعنی تضمین کردن بخواد تضمین کنه که این ایستگاه تلویزیون و محلی بی بهره نباشن از مثلا فلان موضوع پس اینجا ما این شور داریم ولی در این خط میگه که ما اگر بخوایم اینو تکری کنیم اینو اجرایی کنیم مستلزم چی هست مستلزم یک سیستم کابلی هست شبکه کابلی هست برای تمام کانال های محلی با یک محدودی مشخص از فرستنده هاشون که چیکار کنه که برادکست کنه پخش کنه پس ببینید معنی اینجوری شد میگه که ما برای به اجرا در آوردن تمام اون کانال‌های محلی نیاز به یک شبکه سیستمی داریم با یک محدودی مشخص از فرستنده هاشون تا اینجا امیدوارم متوجه شده باشین و اما خط بعدی The law was struck down in 1985, although many aspects of that case are still being argued. خب، law هم خانواده rules هست، یعنی قانون، اوکی؟ پس اینو یاد گرفتیم که ما وقتی که میخواییم یک کلمه معنیش رو در بیاریم نباید خیلی فارسی فکر کنیم. خصوصاً بچه که میخوان آزمون بین المللی بدن باید بدونن دیگه law هم خانواده با رولز هست سینونیم رولز هست میگی که این قانونه استراک down شد استراک down یعنی منحل شدن اینو یادتون باشه این فریزال وربه این قانون منحل شد ببینید واز زمان گذشته است این 1985 خب اینجا بعضی میگن آقا ما چرا نباید مثلا از آن استفاده کنیم چرا شده این اگر ما داشتیم مثلا آگست ده فورس 1985 قشنگ داره تاکید میکنه به اون تاریخی که این اتفاق افتاده ما از آن استفاده میکنیم ولی اینجا داره میگه در سال 1985 حالا 365 روز داره ممکن تو یه روز این اتفاق حالا تصمیم گیری شده باشه و این اتفاق افتاده باشه ما از این استفاده میکنیم یه ویدیو حتما من پر میکنم مربوط به آن و این که در چه جاهایی اون استفاده میشه Although many aspects of that case are still being argued خب داره میگه چی میگه اگرچه بسیاری از جنبه ها many aspects aspect یعنی جنبه جنبه های این موضوع کیس یعنی اون موردی که ما راجبش بحث کردیم are still being argued هنوز داره بحث میشه خب argue یعنی بحث کردن میگه با اینکه هنوز داره روش بحث میشه ولی این قانون در سال 1985 استراک داون شد منحل شد این از این قسمت که من براتون تحلیل کردم و اما بریم سراغ یک سری تکنیک های گرامری و اینم دوستان بهتون بگم شما اگر میخواین گرامر رو یاد بگیرین درسته که خوندن کتاب گرامر خیلی خوبه و مفید واقع میشه و خیلی کمک میکنه به اینکه شما ساختارها رو یاد بگیرید. ولی اگر در قالب اینجور متنی شما بیاین اونا تحلیل کنید که این متن خب ساختارش چی هست اینجوری بی نهایت و بسیار عالی گرامر رو یاد خواهید گرفت بریم سراغ خط اول A must carry rule ببینید داره میگه که یک قانون لازم الاجرا اگر ما اینجا یه ترکیب اسمی داریم این ای نبود اینجا باید یه اس بیاد ببینید من اینجوری براتون یه فلش میزنم در رای در بحث رایتینگ من میگم بیشتر صحبتم خطاب بچه‌ای کسی میخوان آزمون پیتی رو بدن ما اگر یه ترکیب اسمی داشتیم اگر آرتیکل نخواستیم بذاریم، باید حتما انتهای اسمتون اگر قابل شمارش بود یه اس جمع بذاریم. خب رول قابل جمع دیگه ماسک از روز قانون های لازم اجرا یا یک قانون لازم و اجرا اوکی okay. is designed to ensure that local TV stations do not vanish from cable TV offerings خب ببینید الان دقیقا اینجا این ساختار TV offerings ببینید S داره اگر نداشت مثلا ما میتونستیم بگیم a TV offering حالا اینجا من گفت بهتون توضیح دادم که این یک ساختار مجهول دیگه حالا اگر بخوایم معلومش بسازیم چیه؟ مثلا میگیم ساینتیست یا حالا چون اینجا ایز داریم ما میگیم مثلا یک شخص مثلا نیوتون نیوتون ایز دیزاین یا اگر خواستیم به صورت حال استمراری نباشه فقط میگیم نیوتون دیزاین ماست رول نیوتون رو حذف کردیم محفول رو گذاشیم جای فایل که ماسکری هست افعال توبی رو میذاریم بعد قسمت سوم فعل به همین سادگی دقت کنید که شاید خیلی از شما بپرسید ما از کجا متوجه بشیم که اینجا فعل آی دار نباید بذاریم خب ببینید اگر فعل آی دار باشه معنیش چی میشه یک قانون لازم الاجرا داره تصمیم میشه برای تضمین اینکه ایستگاه تلویزیون محلی بی بهره باشند از اون کاربردهای های تلویزیون کابلی خب ببینید دوستان الان که داریم اینو صحبت میکنین در حال استمراری مگه قانون لازم الاجرا رو همون لحظه دارن چند نفر این کار رو انجام میدن خب نه دیگه ببینید این متن یه متنی هست که شما دارین به صورت یا حتی خبری اونو میشنوین پس ما نمیتونیم بگیم اینجا اگر آینجی باشه درسته حالا بازم تا اینجا اصلا ممکنه شما متوجه نشین بین این سراغ بقیه این متن یعنی وقتی که شما نتونستین اینجا تشخیص بدین که این فعل باید آی دار باشه یا زمان مرشول باشه بقیه جمله رو بخونید دیگه کامل متوجه میشین خب قبل از اینکه من شروع کنم اینو توضیح بدم ببینید ما دوستان بعد از تو کلا ما یا جران داشتیم یا مصدر با تو فعل بعد از تو به شکل ساده میاد ببینید همین سادگی حالا اگر نخواستیم اینو بگیم میگیم is designed ensuring that local tv station هیچ فرقی نمیکنه اگر تو بود فعل به شکل ساده اگر نبود فعل آی دار که جایگاهش اسمیه دقت کنید فعل آی دار در خیلی از جاها به صورت جرانده بعد میگه ببینید اینجا میگه دیگه از مثال بالا لوکال تی وی سه تا اسمه نه ببخشید لوکال T.V. اسمه سیشنز هم اسمه درست اینجا ما وقتی داریم استیشنز دیگه احتیاج به آرتیکل ای اوله ما نداریم ببینید حذف شده A تی وی استیشن یا local تی وی سیشنز دو نات ونیش فرام کیبل تی وی خب میگم اینجا هم ببینید ساختار جمله زمان حال ساده هست درسته یکی دیگه از نشونه هایی که شما متوجه بشین اینجا نمیتونه آی باشه خب همینه ببینید ما داریم در زمان حال ساده اینجا صحبت میکنیم وقتی که داره این قسمت رو از زمان حال ساده استفاده می‌کنه، مگه ما میتونیم در کنارش زمان استمراری بیاریم مشخصه که نه پس بی برگشت اینجا قسمت سومه و معنیش هم درسته میگه یک قانون لازم الاجرا تصویب شده است درست It requires cable systems to carry. ببینید این هم مثل همین. مستر با تو. بعد از تو ما فعل به شکل ساده اومده. All local broadcast channels. اینجا هم ببینید دقیقا همینجور. ما این چنلزی که داریم. اینجا چون چنل جنبسته شده دیگه آرتیکل نداریم. Within a certain area of their transmitters. اینجا دیگه ما ببینید آرتیکل ای داریم. درسته؟ A certain area of their transmitters یه ترکیب اسمیه ببینید یک دو سه سه تا اسمو ما با یه آرتیکل شروع کردیم دقت کنید ما اگر اینجا of نداشتیم اس اینجا رو دیگه نمیتونستیم استفاده کنیم و دقت کنید و این خودش یه ترکیب اسمی of their transmitters از فرستنده های اونها و اینجا هم برای خودشه خب این از این موضوع نکته گرامری خاصی دیگه نداره پر آهم ببینید اینجا میگه it requires ما در زمان حال ساده سوم شخصمون ببینید اینجا سوم شخصه خط زیبای من هم دیگه از می‌کنم اگر نمیتونید بخونید برای این ما از چی استفاده میکنیم یه اس انتهای فعل it اس میخواد فعلش he اس میخواد she هم اس میخواد بقیه دیگه هیچی نمیخواد به همین سادگی مثلا میگیم we require ولی اگر هی بود میشد he requires اینجا هم چون ایت هست میشه است cable tv systems اینجا هم ببینید ما cable systems داریم دیگه آرتیکل استفاده نمی‌کنیم اینا در رایتینگ خیلی مهمه دوستان دقت کنید و بقیه جمله هم که من برای شما توضیح دادم در این تا میگه the law was struck down in 1985 این هم که توضیح دادم اینجا هم ببینید ما از was استفاده کردیم زمان گذشته ساده میگه این در سال 1985 was struck down شد حالا این توسط چه کسی هم باز مشخص نیست این هم ساختار زمان مشهوله خب was struck down مثلا میخواستیم اونو به صورت حال, حال مجهول بگیم مثلا میگیم که مستر پرزیدنت میگیم حالا یه شخص رئیس جمهور بوده این قانون رو میخواست تصویب کنه مستر پرزیدنت struck down the law ببینید این هم زمان گذشته یا دقت کنید مستر پرزیدنت struck down the law اون قانون رو لغو کرد حالا میخوام بگیم این قانون لغو شده مستر پرزیدنت رو حذف میکنیم مفعول رو میایم میذاریم جای این the law افعال تو بی فعل پی پی به همین راحتی این شد ساختار زمان حال مجهول in 1985 although many aspects of that case are still being argued خب من این جمله آخر رو برای شما اینم مجهوله حال معلومش رو می شما کم و بیش آشنا بشین با این ساختار ببینید <applause> many aspects فعال ما هست that case اون موضوع are افعال توبی be still being argued بحث مورد بحث می باشد خب حال معلوم این چی بوده ما فرض میکنیم که مثلا همون مستر پرزیدنت باشه من اینور بیام ببینید مستر پرزیدنت این فعال ما خب حالا چون اینجا ما بیینگ داریم نشون میده که زمان حال معلوم ما به صورت استمراری بوده حالا اگر اینجا اما ایزوار باشه میشه حال استمراری اگر وازوبر باشه میشه گذشتی استمراری پس ما میگیم مستر پرزیدنت حالا این چون آر داره بذاری من اینو پای کنم که یه شخص دیگه مثلا حالا میگیم for example scientists. Scientists آر آرگیو رو به صورت استمراری می نویسیم Scientists are arguing many aspects of that case. Many aspects of that case. حالا ما میخوایم اینو مجهول کنیم. میام چیکار میکنیم؟ میام این ساینتیست رو حذف میکنیم. معنی جمله چیه؟ میگیم دانشمندان بسیاری از جنبه های اون موضوع رو دارن بحث میکنن یعنی در حال حاضر خب میخوایم اینو مشهور کنیم میم ساینتیست رو حس می‌کنیم. خب مفعول جمله ما هست منی اسپکتس اف دت کیس اینو ما میاریم ابتدای جمله میذاریم جایگاه فاعل ببینید منی aspects of that case. حالا اینجا ببینید ما افعال توبیمون که برای چیز استفاده شده برای حال استمراری آر هست اینو دقیقا میذاریم اینجا فعلمون هست argue ببینید این پیپیش پیش میکنیم میشه argued به اضافی being حالا اگر فرض کنید گذشته سمروری بود مثلا scientists were arguing many aspects اینجا فقط میشد چی؟ were و سلام were still being argued. حالا استیل هم نباید باشه دلیلش رو بهتون میگم اگر حال استمراری ساده بود ما میگفتیم RING R رو میشد R being argued. این being مشترکی بین همه ها این مشترکی من می نمیسم. برای کلا در استمراری ما خواستیم مجهول کنیم حال استمراری حالا هر کدومشون بود ما باید حتما از being استفاده کنیم و قسمت سوم اون فعل حالا میگین آقا اگر فرض مثال این being argued جای خالی بود در امتحان شما در بحث ریدینگ حالا چه اینجا دیگه فرق نمیکنه چه تافل آیلتس یا پیتی از کجا ما متوجه بشیم being argued باید باشه چون اگر ما اینجا بگیم of that case are still argued هم درسته بله درسته پس چجوری باید از این تلف فرار کنیم ببینید شما علاوه بر اینکه دانش دایره لغات شما باید بالا باشه و تکنیک های گرامری رو بدونید یه چیزی که هست باید درک مطلب خوبی داشته باشید به چه شکل یه بار دیگه اینو بخونید یعنی شما با چند بار خوندن یک متن تمام جواب سوال ریدینگ رو از توی خودش میتونید بکشیم بیرون دیگه به چه شکل ببینید ما داریم میگیم که a certain area of their transmitters نه بذارین من از اینجا براتون بخونم ببخشید میگه the law was struck down in 1985 خب این قانون در سال 1985 منحل شد خب حال مجهول هست درسته Although many aspects of that case are still being argued خب ببینید دوستان همین استیل خب یعنی چی؟ یعنی آقا هنوز داره راجع به این موضوع که اینا منحل کردن صحبت میشه پس اینجا زمان حال معلوم ما استمراری بوده دیگه این یکی از نکاتی که شما میتونید متوجه بشین و بعد اینکه خب ببینید ما در کنار حال استمراری معمولا یک زمانی داریم ببینید اینجا ما میگیم the law was struck down خب اینم چون حالا مجهوله خب میگیم که این قبل از این تاریخ بود اتفاق افتاده خب یه تاریخ این قانون صحبت میشده منحل شده ولی داره هنوز بحث میشه در موردش هنوز ما داریم در مورد اون صحبت میکنیم ببینید صحبت میکنیم پس شک نکنید اینجا زمان معلومش حال استمراری بوده و چون اینجا ما داریم آر ستیل جای خالی قاعدتا در گزینه ها همه اونها پی پی هست ممکنه بینگ آرگیود باشه آرگیود خالی باشه یا حتی بین ببینید بین b ای -E -N, n خب بین uh, باشه بینگ آرگیود باشه یا آرگیود خالی اینجا شما باید دقت کنید که ما چون استیل داریم و همچنین آر داریم و داریم قبلش راجیم صحبت می که اون موضوع تموم شده ولی هنوز ما داریم اون کار رو انجام میدیم پس این یک استمرار رو داره نشون میده خب دوستان این از تحلیل واژه اول بود ونیش به معنی ناپدید شدن یا اینجا حالا میگم به معنی بهره بردن از چیزی هست وقتی میگیم دونات و ونیش فرام یعنی که از این موضوع بهره من نمیشه خب نمیشه بگیم حالا ناپدید شدن اینجا خیلی معنی نمیده اینم از این متنی که بهتون توضیح دادم بچههایی که میخوان آزمون پیتی بدن دقت کنن به همین شکلی که من خوندم باید این متن رو بخونن من یک دور دیگه اینو برای شما میخونم با دقت گوش کنید اگر این پست برای شما مفید واقع شده بود حتما با لایک و اشتراک گذاری از من حمایت کنید پیج اینستاگرام من هم ویستاتیچ هست شما در پیج اینستاگرام من تیکه های از این کارتون پپاپیک رو که من برای شما میذارم تحلیل میکنم و میتونید ببینید آموزش 4000 essential words هم میدم تکنیک های سخنرانی آقای اوباما اکسنت امریکن و کلی داستان های کوتاه آموزنده که به صورت انیمیشن هست <متصفح> A mass carry rule is designed to ensure that local TV stations do not vanish from cable TV offerings. It requires cable systems to carry all local broadcast channels within a certain area of their transmitters. The law was struck down in 1985 although many aspects of that case are still being argued. دیدین، انتونشن و صدام رو دقیقت کردین با سرود شروع کردن و به فرود خط پیدا کرد. امیدوارم که این قسمت براتون مفید واقع شده باشه تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهرمان می خدا نگهدار.